الو سلام. درود بر شما. درود بر شما برادر عزیزم احسان. همینطور سلام دارم خدمت مهمان عزیز و گرامی برادر عزیزم فرزین. همیشه با تحلیل ها و صدای گرم خودشون من استفاده زیاد میبرم وقتی گوش میدم. من قبل از هر چیز خواستم که تبریک بگم برای این که برای ورود به دوران آماده باش. بعد از پیام برادر که اومد خیلی خوشحالمون کرد و در حال در واقع چارج دوباره شده برای پریش دیگه. در ضمن میخواستم بگم که خیلی سعی میکنم خیلی سریع بگم چون میدونم خیلی رو خط هستن، ولی این جملات هست که دوست دارم اینو مطرح بکنم. فکر میکنم به یعنی این سمفونی زیبایی که از اول سالهای سال در حال نواختن شده، در حال نواختنه، یه قطعات آخرشه که البته باید هزاران درود فرستاد به خالق این سمفونی بسیار زیبا که برادر عزیزمون فرمانده کل ارتش آزادی بخش برادر مسعود بوده. و همچنین سلام دارم خدمت رئیس جمهور محبوب خواهر مریم عزیز، به تمام سلام و درود فراوان به تمام کانونهای شورشی داخل ایران قهرمانانی که در حال رقم زدن از آن. من این پیام یه چیزی که میخواستم بگم در این رابطه اینه که کانونهای شورشی با کارهای خودشون، ما تو خارج کشور اینجا بیشتر اینو میبینیم، تمام حتی وقتی یک بنر آتیش میزنن، یک بنر اون دجال ها رو آتیش میزنن، تمام کاسکوزه های و این اصحاب مماشات و این کسایی که دنبال نمیدونم راه حلای آنچنانی و اپورتونیسم و دجال بازی و برحال تشینه که رژیم رو حفظ کنن، تمام اینا به هم میرزه. الان از اون موقع که کانون های شروعشی کار خودشون رو، یعنی در واقع عملیات خودشون رو بعد از پیام برادر که اعلام کردن بیشتر شده، خف خونی گرفتن، ساکن، اصلا هیچ خبری ازشون نیست. در حال این سمفونی زیبا آخرشه، در حال این نوت‌های آخر، در حال نواختن، به امید خدا که ایران آباد آزاد رو خواهیم دید. من قبل از این که چیز کنم مبلغ خودم رو اعلام میکنم، این مجموعه کار انتفاعی هست انجام میدیم. خودم $10,000 کانادایی تقدیمتون میکنم. یکی از دوستامونم هست که هوادار هست، ایشون هم $50 تقدیم شما کرده که در مجموع میشه $1,150. در البته این کمک ها تا سرنگونی ادامه خواهد داشت. من از شما تشکر میکنم. به هر حال در آخر میخواستم اون شعار ملی میهنی رو باز تکرار بکنم که میگه پشت به دشمن، رو به میهن، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، زنده باد ارتش آزادی بخش. اگر امری نیست من با شما خیلی ممنونیم. از شما تشکر میکنیم از همیاریتون با سیمای آزادی و چه کار انتفاعی ارزشمندی برای کمک رسانی به سیمای آزادی که تلویزیون خود شما همه ایرانیان آزاد است. بفرمایید شما بعد از اگه اجازه بدید منم میخوام تشکر بکنم از غلام عزیز به خاطر کمک ارزشمندش. و چه زیبا گفتی که به قطعات آخر این سمفونی نزدیک شدیم، یعنی به پایان رژیم آخوندی. ولی اشاره هم کردی به برخی دولت‌ها و یا کشورهایی که همچنان دنبال مماشات هستند. اونها هر چقدر میخوان دنبال مماشات باشن، واقعیت اینه که چیزی در ایران تغییر کرده. سیاست مماشات به شکست انجامیده، به شکست رسیده، دیگه هیچ راهی ندارن و هر کاری هم که بکنن نمیتونن این رژیم ها از سرنگونی محتومش جلوگیری بکنن. به خصوص که شما الان میبینید حتی در صحنه اروپا هم علارغم تمایل دولت ها، ولی واقعیت اینه که الان در معادله بین کشورهای اروپایی و رژیم هم تعادل تغییر کرده. این رژیمی که بیش از گذشته نیازمند هست و میبینیم فشارهایی هم که روی رژیم میاد، امتیازهایی که رژیم حاضر شده بده، یعنی صحنه دیگر صحنه 5 سال یا 10 سال قبل نیست که رژیم بتونه با بهره‌گیری از سیاست مماشات به بقای خودش ادامه بده. روزهای این رژیم به پایان داره میرسه.
و همونطوری که شما گفتی قطعات آخر این سمفونیه. باز هم تشکر میکنم از کمک‌های شما. خب بعد از فرزن اجازه بدین یک سوال دیگه ازتون بپرسم. شما در سوال قبلی پرداختین به علت اینکه چرا رژیم این ریسک رو میپذیره، این هزینه سنگین رو برای این عملیات‌های توطئه‌های تروریستی شکست خورده و به هر حال بهای سنگینی داره. یکی از بحران‌های رژیم که باعث دست به گریبان هست و تله‌ای که توش افتاده خب همین اقدامات تروریستی به واقع بشه، ولی خب همونطور که در اخبار هر روز می‌بینیم بحران‌هایی که باش مواجهه و بن‌بستایی که داره کم نیست، از تحریم‌ها گرفته تا وضعیت اقتصادی گرفته، خلاصه همه بحران‌هایی که میشه بازم بیشتر بهش پرداخت. اول می‌خواستم که مهمترین این بحران‌ها رو شما اسم ببرین، یعنی ازش صحبت کنین و بگین که از نظر شما اصلا چه راه برون رفتی داره رژیم، آیا راه برون رفتی داره، چه راه حل‌هایی در پیش روش هست، چه انتخاب‌هایی داره. خود شما الان اشاره کردید به برخی از بحران‌هایی که رژیم باهاش مواجهه، ولی فکر می‌کنم یک نگاهی به رسانه‌های حکومتی این روزها خودش به بهترین شکل عمق بحران‌های این رژیم رو نشون میده، چون به واقع الان به نقطه رسیده که دیگه نمیتونن حتی جلوی بروز بیرونی اونا بگیرن. من به چند موردش اشاره می‌کنم. یکی بحران اقتصادیه. شما از هر وجهی میتونید نگاه بکنید به افزایش قیمت‌ها، افزایش تورم، آماری که خودشون میدن نسبت ماه آبان به ماه مهر 40% قیمت‌ها بیشتر شده، تورم بالا میره. از طرف دیگه فقر و بدبختی که بر مردم ایران حاکم کردن، خب این یک بحرانیه که رژیم به طور واقعی هیچ راه حلی براش نداره. مسئله اقتصادی تو این رژیم قبل از اینکه نیازمند یک راه حل اقتصادی باشه، نیازمند یک راه حل سیاسیه. حتی خود آخوند روحانی چند وقت پیش به این مجبور شد اعتراف بکنه. پس ببینید این یکی از بحران‌هایی است که مطلقاً رژیم راه برون رفت از اون نداره و دیدیم که بعد از برجام ده‌ها و برخی آمار میگن 100 تا 150 میلیارد دلار پول به رژیم داده شد. همه کشورها آماده همکاری با رژیم بودن، میخواستن قراردادهاشون رو ببندن، میخواستن وارد معامله و تجارت بشن. این پول توی ایران سرازیر شد، ولی نتیجه چی شد؟ تا اونجایی که به وضع مردم ایران برمیگرده کمترین تغییری حاصل نشد. یا پولهایی که دست رژیم رسید صرف مزدورانش در سوریه و عراق و کشورهای دیگه شد، یا خرج سرکوب مردم ایران شد، و یا مورد چپاول قرار گرفت توسط آخوندها و دیگه سران رژیم. پس می‌بینید این بحرانیه که رژیم براش راه حل نداره. در زمینه اجتماعی شما الان نگاه بکنید به موضوعات مختلفی که الان هست، از مسئله زنان گرفته تا مشکلاتی که جوانان دارن. این رژیم اگر میتونست راه حلی راه بده تا به حال داده بود، و یا حداقل میشه گفت ته دو سال نیم بعد از برجام بهترین فرصت بود. همه انتظار داشتن، همه آماده بودن، کشورهای اروپایی که و حتی آمریکا در دوران دولت قبلی آمادگی کامل داشتن که بیشترین امتیاز رو به رژیم بدن که بتونه بر این مشکلات اقتصادیش فائق بیاد، بر این مشکلات اجتماعیش فائق بیاد، ولی توانشو نداشت. پس اینم یک زمینه دیگه. باز برمیگردیم به مسائل منطقه و بین المللی. شما میبینید که در دو سال گذشته به طور واقعی یک تعادلی در کل منطقه و سیاست بین المللی علیه رژیم چرخیده. این هم قبل از هر چیز ناشی از یک واقعیتی در داخل ایرانه که این رژیم نتونسته هیچ یک از معضلات مردم را حل بکنه و به عنوان مهمترین عامل یک قیام سراسری از دی ماه گذشته شروع شده که تمامیت این رژیم را به لرزه در انداخته. شما حتما صحبت‌ها یا اعتراف خود آخوند روحانی را شنیدید که حتی میگفت که خروج آمریکا از برجام در دی ماه و با تظاهرات در ایران کلید خورد. به طور واقعی هم این یک واقعیتیه.
پس حتی سیاست‌های بین‌المللی هم تأثیر پذیرفته از این واقعیت که نه تنها به بخش قابل توجهی از سیاست‌های بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که سیاست مماشات شکست خورده، ولی از اون طرف بحران‌های رژیم را می‌بینن و ناتوانی رژیم برای حل این بحران‌ها. شما سوال کردید که برون رفت رژیم چیه؟ خب من خیلی صریح سعی می‌کنم به این سوال شما جواب بدم. رژیم دو تا راه بیشتر نداره. یا باید سیاست به اصطلاح درهای باز رو پیش بگیره و بازتر بشه، اون چیزی که برخی الان بحث میکنن در حول و حوش رژیم در داخل ایران، میگن اون سیاست گذشته به بنبست رسیده و هیچ راهی جز سرنگونی نداره و ما باید تغییر مسیر بدیم. میدونید که جناح‌های مختلف رژیم در پایه‌ها مشترکن، بحث بر سر حفظ همین نظام ولایت فقیهه، ولی به هر حال به دلیل معضلات، به دلیل مشکلات و به دلیل بحران‌های لاینحلی که دارن، بازتاب این بحران‌ها و عدم توان رژیم برای حل اونها به درون رژیم ریخته. جناحی میگه ما دیگه نمیتونیم بیش از این ادامه بدیم. به دعواهاشون سر FATF نگاه کنید. الان دو سال خورده ایه نتونستن این مسئله را حل بکنن. چرا؟ چون رژیم قدرت مانورش از دست داده. پس یا رژیم باید باز بکنه، که خب تا اونجایی که به مقاومت ایران برمیگرده همیشه گفته این رژیم توانشو نداره، ولی اگر واقعا چنین توانی در رژیم هست با بسیار استقبال بکنیم، چون مسیر سرنگونی رژیم رو هموارتر میکنه. از طرف دیگه راه حل دیگه برای رژیم انقباض بیشتره. خب اینم سیاستیه که در دوران احمدی نژاد شکست کامل خورد، ولی دقیقا این همون نقطه‌ایه که میگیم بنبست رژیم و این واقعیت که رژیم برون رفت نداره. تا اونجایی که به خامنه‌ای برمیگرده به خوبی میدونه یک قدم عقب نشینی در مسائل داخلی درست مانند یک دامینوس که قدم اول قدم‌های بعدی رو به همراه خواهد داشت. پس تأکید میکنه که باید همون سیاست رو ادامه بدیم. از اون طرف اما واقعیت اینه که سیاست انقباض مدت هاست شکست خورده و به همین دلیل همه هست که رژیم هیچ برون رفتی نداره و به طور خاص به دلیل قیام، به دلیل اون تحولی که در داخل ایران صورت گرفته و به دلیل وجود یک مقاومت سراسری و یک آلترناتیو با برنامه های مشخص با شناخته شدگی بین المللی، تنها چشمنداز واقعی سرنگونی رژیمه. البته این نیازمند فداکاری بیشتر از جانب مردم ایرانه، این نیازمند اینه که ما به عنوان مقاومت ایران تلاشامون رو بیشتر بکنیم، همه حامیان این مقاومت در همه زمینه ها کمک های بیشتری بکنن، ولی واقعیت اینه که تا اونجایی که به رژیم برمیگرده هیچ برون رفتی از این بحران ها نداره. خیلی خیلی ممنونم از شما و در فرزین از شرکتتون در 23 گلدیزان همیاری. آرزوی موفقیت دارم براتون و امیدوارم در برنامه‌های بعدی سیمای آزادی حتما دوباره بتونیم به بحث‌های دیگه بپردازیم، ولی به طور خاص تشکر می‌کنم که در این همیاری با ما و با همیاران سیمای آزادی همراه بودید. منم خیلی تشکر می‌کنم که این فرصت رو به من دادید که با بینندگان عزیز سیما صحبت کنم و در پایان یک بار دیگه همه اونها را، همه هموطنانمون را فرا می‌خونم به اینکه هر چقدر میتونن بیشتر و بیشتر به سیمای یاری سیمای آزادی بشتابند. خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون از شما. خب بینندگان عزیز، این بخش از برنامه‌مون به پایان میرسه. البته برنامه همیاری ادامه پیدا خواهد کرد.